به نام خداوند بخشنده مهربان. رمضان ماه آزادی و نجات از آتش دوزخ. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. در قرآن کریم خود می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودن فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید. گواهی می دهم بر این که نیست معبود بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. همان پیامبری که در حدیث چنین می فرماید: کسی که ماه مبارک رمضان را با ایمان و احتساب روزه بگیرد، گناهان گذشتش بخشیده می شود. خداوند متعال ماه مبارک رمضان را چنان امتیاز و ویژگی های داده که در ماه های دیگر سال وجود ندارد. برخی این امتیازها همانا ماه رمضان، ماه هدایتی است که در آن کتاب های آسمانی نازل شده است، طوری که خداوند متعال می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آن چند روز محدود و اندک ماه رمضان است، ماهی که قرآن کریم در آن نازل شده است، کتابی که رهنمای مردم است و در برادارنده نشانه ها و دلایل آشکار روشن از هدایت و جدا کننده حق از باطل است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین می فرماید: صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام در نخستین شب روز رمضان نازل گردید و انجیل حضرت عیسی علیه السلام بعد از گذشت 13 روز ماه رمضان نازل شد و زبور حضرت داود علیه السلام در 18 ماه رمضان نازل شد و قرآن کریم پس از گذشت 24 روز ماه رمضان نازل شد. و برخی دیگری از این امتیازات این که ماه رمضان ماه دعا است، چون دعا از بزرگترین عبادات و تقربی می باشد که انسان توسط یعنی خود را به پروردگار خود نزدیک می سازد. و کسی که پیرامون قرآن کریم فکر نماید، در میابد که آیات دعا در میان آیات روزه آمده است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. چون بندگانم از تو درباره من میپرسند، بگو براستی که من نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و با ایمان باورند، باشد که راه یابند. در این امر اشاره است بر این که دعای روزدار نزدیک تر به پذیرفته شدن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: دعای شخص روزدار مسترد نمی شود. و همچنین می فرماید: دعای سه شخص رد نمی شود: یکی پادشاه عادل، دوم روزداری که هنگام افطار دعا می کند، سوم دعای شخص مظلوم، طوری که دعای آن مافوق ابرها برداشته می شود و دروازه های آسمان گشوده می شود. و پروردگار جل جلاله می گوید: سوگند به عزتم که حتما تو را پیروز می گردانم، اگر چه پس از مدتی بوده باشد. و شاید از مهمترین ویژگی های رمضان این است که خداوند متعال ماه مبارک رمضان را ماه آزادی از آتش دوزخ قرار داده است، طوری که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید: هرگاه نخستین شب ماه مبارک رمضان در رسد شیاطین و جنیات سرکش به زنجیر کشیده می شود و همه دروازه های دوزخ بدون استثنا بسته و همه دروازه های بهشت کاملا باز گشوده می شود. و منادا فریاد می زند و می گوید: ای کسانی که خواهان خیر و خوبی هستید، به خیر و خوبی تان بشتابید، و ای کسانی که خواهان شرارت و بدی هستید، از شرارت تان دست بردارید. و خداوند بسیاری ها را از آتش دوزخ آزاد می کند. و در حدیث دیگری می فرماید: همانا خداوند متعال نزد فرا رسیدن هر افطاری و در هر شب شمار را از آتش دوزخ آزاد می کند. و هدف از آزاد شدن او از دوزخ این است که به فضل و احسان خداوند و به این مناسبت بزرگ و نعمت شامخ دوباره هیچگاه وارد دوزخ نمی شود. پس روزه یکی از دروازه های خیر است و خصلت روزه این است که انسان مسلمان را
از آتش دوزخ خلاص می کند، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید روزه سفری است که توسط آن بنده از آتش دوزخ نجات می یابد. و در حدیث دیگری می گوید هر بنده ای که یک روز را مخلصانه و فی سبیل الله روزه بگیرد، خداوند توسط این یک روز روزه روی او را 70 خریف از آتش دوزخ دور می سازد. روزی در یک سفر حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت می کند که همراه با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم و خودم را به جنابشان نزدیک نموده، گفتم ای رسول خدا عمل را برایم بگو که انجام آن مرا وارد بهش بسازد و از دوزخ دورم نماید. فرمود براستی موضوع مهم و بزرگی را از من پرسیدی و این عمل برای کسی که خداوند بر او آسان بسازد آسان است. عبادت خداوند را بکن و هیچ چیزی را به او شریک نیاور. نماز را برپا بدار و زکات مالت را بده. ماه مبارک رمضان را روزه بگیر و حج بیت الله شریف را بجا بیاور. سپس فرمود آیا دروازه های خیر و پیروزی را برایت نشان ندهم؟ گفتم بله نشان بدهی. فرمود روزه سپر است و صدقه گناه و اشتباه را چنان مها می کند که آب آتش را خاموش می سازد. همچنین روزه یکی از شفاعتگران است که خداوند شفاعت آن را در روز قیامت میپذیرد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید روزه و قرآن در روز قیامت برای انسان شفاعت میکند. روزه میگوید ای پروردگار، من او را در روز از خوردن نوشیدن و شهوت باز داشتم، پس شفاعتم را دربارهش قبول کن. و قرآن کریم میگوید من او را در شب از خوابیدن باز داشتم، پس شفاعتم را در حقش بپذیر. فرمود پس شفاعت آن دو پذیرفته می شود. همچنین روزه یکی از اسباب مغفرت و یکی از راه‌های بهشت است، چون خداوند متعال برای روزداران وعده مغفرت و پاداش بزرگ نموده است. چنانچه خداوند متعال می فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان مؤمن و زنان مؤمن، مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، مردان روزدار و زنان روزدار، مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کند و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کند، و مردانی که خدا را بسیار یاد می کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند. خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش عظیمی آماده کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که ماه مبارک رمضان را با ایمان و احتساب روزه بگیرد گناهان گذشتهش بخشیده می شود. و همچنین می گوید کسی که شب های رمضان را با ایمان و احتساب زنده بدارد گناهان گذشتهش بخشیده می شود. بلکه در این ماه شبی وجود دارد که اگر کسی آن شب را با عبادت تلاوت قرآن و دعای زنده بدارد گناهانش بخشیده می شود. و این شب عبارت از شب قدر می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید کسی که شب قدر را با ایمان و احتساب برپا بدارد گناهان گذشتهش آمرزنده می شود. و درباره این که روزه یکی از راه‌های بهشت است، پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرماید همانا در بهشت خانه وجود دارد که بیرون آن از داخلش و داخل آن از بیرونش دیده می‌شود. خداوند این خانه را برای کسی آماده ساخته است که برای نیازمندان غذا می‌دهد، سخن نرم می‌گوید، پیام روزه می‌گیرد و در حالی که مردم در خوابند او نماز می‌خوانند. و از حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم از اصحاب خود پرسید چه کسی از شما امروز روزه‌دار است؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمود من امروز روزدار هستم. باز فرمود چه کسی از شما امروز به عیادت مریض رفته است؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمود من. فرمود کدام شخصی از شما امروز به جنازه حاضر شده است؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفت من. باز فرمود کدام از شما امروز مسکین را غذا داده است؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفت من. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود این خصلت ها در یک روز در یک مرد جمع نمی شود مگر که او را وارد بهشت می سازد.
و زمانی که ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و فرمود ای رسول خدا مرا به انجام کار دستور بده که با آن وارد بهشت شوم، فرمود همیشه روزه را بر خود لازم بگردان چون آن مثیلی ندارد. همانا روزه رازی است میان بنده و پروردگارش که هیچ کسی حقیقت آن را درک کرده نمیتواند، چون گاهی روزه دار با خود خلوت میکند و او را جز الله متعال هیچ کس نمیبیند و میتواند آن چرا تناول نماید که خداوند آن را بر روزه بر او حرام کرده است، ولی چون این کاری نمی کند زیرا که او به یقین می داند که پروردگارش از همه کار و امور او آگاه است. پس تناول آن را برای رضای خدا و ترس از عقاب او ترک می کند. خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد و روزه از جمله عبادت هایی است که خداوند او را به نسبت دادن به خود عزت داده و پاداش او را مخصوص خود قرار داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید خداوند متعال فرمود همه اعمال اولاد آدم از خود آنها است مگر روزه، پس آن از من است و من پاداش آن را می دهم. و در روایت دیگری وارد است همه اعمال بنی آدم دوچند کرده می شود، یک نیکی به ده نیکی تا 700 چند بعد پاداش داده می شود. خداوند فرمود مگر روزه، چون آن از من است و من پاداش آن را می پردازم. به همین اساس اهل علم می گویند همین برتری روزه از سایر عبادت کافی است که خداوند می گوید روزه از من است و گفته می شود سبب این اضافت این است که هیچگاه غیر خداوند بر روزه پرسیده نمی شود، پس روزه عبادت خالص خداوند است. در آن ریا داخل نمی شود و گفته می شود که روزه از محبوب ترین عبادات خداوند است. پس شخص روزدار همیشه از خداوند متعال می خواهد تا در این ماه مبارک بر او رحمت خیش را نازل نماید و او را از جمله آزاد شدگان آتش دوزخ قرار بدهد. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است و درود و رحمت و سلامتی بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و یاران او باد. برادران مسلمان، در واقع روزه ای که سبب آزادی از آتش دوزخ می شود همان روزه ای است که صاحب خود را از کارها و رفتارهای بد و زشت باز می دارد و معنی از ارتکاب گناه او می شود و تقوایی که هدف و ثمره روزه است را بر او متحقق می سازد. پس حرام نمی خورد، به ابروی کسی تجاوز نمی کند و هیچ کسی را غیبت نمی کند و میان مردم سخن چینی نمی کند، گواهی دروغ نمی دهد و جز آن چه که رضای خداوند است نمی گوید و بدی را با بدی پاسق نمی دهد، بلکه آن را با اسلوب مناسب دفع می کند. در حالی که دارای اخلاق روزه داران می باشد، خداوند متعال می فرماید که ترجمه آن زیر می باشد و چون سخن بیهوده بشنوند از آن اعراض می کند و آنها مؤمنان واقعی کسانی هستند که از له و لعب رو می گرداند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید و روزه سپر است، پس هرگاه روزه روزه یکی از شما را بود پس نباید با خانم خود هم بستر شود و نباید جنگ و اختلاف کند، پس اگر کسی او را دشنم داد یا به او جنگ کرد باید به او بگوید من انسان روزدار هستم. همچنین میگوید روزه تنها پرهیز از خوردن و نوشیدن نیست، بلکه همچنین پرهیز از کارهای بیهوده و همخوابی با همسر نیز میباشد. همانا روزدار واقعی که از روزه خیش پاداش کمی میکند همان کسی است که اثر روزه در رفتار و تعامل او با دیگران ظاهر میشود، چون روزه صاحب خود را بر پرهیز از خوردن و نوشیدن و جمع کردن و سیطره بر نفس عادت می دهد تا که به خیر و خوبی دنیا و آخرت برسد. پس اگر انسان جلوی نفس خود را از آزاد بگذارد و او را نفسش در هلاک می اندازد و اگر مالک امر آن گردد و بر آن سیطره نماید می تواند آن را به بلندترین مراتب و خوبترین مطالب رهبری کند. این امر برای کسی متحقق می شود که روزه واقعی بگیرد و عظمت و بزرگی پروردگار خود را احساس نماید. پس شکم، زبان و هم اعضای بدن او از همان چه که خداوند حرام کرده قرار داده است روزه بگیرد. همچنین روزه‌دار واقعی کسی است که اعمال نیک انجام بدهد و پروردگار خود مخلص باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی که میخواهد کعبه شریف را بنا سازد از پروردگار خود میخواهد تا این کار نیک و بزرگ را از او بپذیرد، طوری که خداوند متعال در این باره میفرماید که ترجمه آن زیر می باشد و بیاد آورید هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می بردند و می گفتند پروردگار از ما بپذیر همانا که توی شنوای دانا. و حضرت علی کرم الله وجهه می فرمود نسبت به انجام عمل بیشتر به پذیرفته شدن آن اهتمام بدهید. آیا این فرموده خداوند متعال را نشنیدید؟ انما یتقبل الله من المتقین، خداوند فقط از پرهیزگاران می پذیرد. ای الله مرا جمله آزاد شدگان از آتش دوزخ و جمله پذیرفته شدگان قرار بده.